به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. خشک‌کندن ریشه فساد شعار اشرف غنی. دیدبان شفافیت افغانستان از فساد در نهادهای رسیدگی کننده میگوید. در 4 سال اخیر کار به کجا رسیده؟ ادامه برنامه. هشدار 500 فعال دانشجویی ایران به حسن روحانی. میگویند صدای پوتین نظامیان از دانشگاه ها به سراسر کشور رسیده. اولین گفتگوی رودروی نمایندگان دولت و حوثی ها در سوئد. آمریکا میگوید نیروهای تحت حمایت ایران در آینده یمن جایی ندارند. و نگاه دوباره جوانان ایرانی به سرزمین آفتاب تابان. قانون جدید کار ژاپن خاطرات 3 دهه پیش را زنده کرد. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. و من باران عباسی. یک نهاد ناظر در افغانستان میگوید سکه رایج دادگاه‌ها، نهادهای آموزشی و سازمان‌های اداری در این کشور پول است و واسطه. نگاهی اجمالی به تازه‌ترین گزارش‌ها درباره کارآمدی نظام سیاسی افغانستان تصویری مخوف از باندهای مافیایی متعدد ارائه می‌کند که در پوشش اداره یک کشور برای ثروت‌اندوزی و سوء استفاده از قدرت مسابقه نفسگیر گذاشتند. سازمان‌های ناظر می‌گویند رقم‌های فساد کلان است و کسی چندان برای شکستن چرخه سیاه از سوء استفاده‌های مالی به خود زحمت نمی‌دهد. اگر 17 سال پیش حرف از تأسیس یک نظام دموکراتیک در افغانستان بود، حالا سخن از گیر افتادن این نظام سیاسی در چنبره ای از فساد گسترده و سازمان یافته است. دولت افغانستان میگوید که چنین وضعیتی را به میراث برده، ولی چقدر خود در این زمینه از اتهام ها مبرا است و اصلا چه کرده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از نسرین نوا در کابل. امضای امانتداری در روز جهانی مبارزه با فساد. رئیس جمهور از مقام‌های بلندپایه افغانستان خواست امضا کنند که در مبارزه با فساد جدی هستند. آقای اشرف غنی که رهبری یکی از فاسدترین حکومت‌ها را بر عهده دارد، بار دیگر وعده مبارزه جدی با فساد را داد. اراده من و اراده حکومت این است که ریشه‌های فساد خشکانیده شود. ای که پیش از ما وضعیت به چی منوال بود، به قضاوت ملت گذاشته شد. دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو به رو به دیگه است، اما گذشته در حال تصفیه شدن است. تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان اما نشان داده که دادگاه ها، وزارت معارف و دادستانی کل در صدر فاسدترین اداره های افغانستان هستند. هر روز متضرر میشه مردم و دقیقا در بعض موارد اصلا کار صورت نگرفته، خصوصا در قسمت نهادهای عدلی و قضایی و معارف و نهادهای دیگه که از فاسدترین نهادها نام برده شدن. دوی هم وزارت معارف این اتهام را رد کرده. دادستانی کل هم از بررسی تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان خبر داده. یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که برای مردم این کشور پس از ناامنی و بیکاری فساد بزرگترین مشکل است. یافته های این نهاد پس از مصاحبه با بیش از 8000 نفر در 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که برای مردم افغانستان پس از ناامنی و بیکاری فساد بزرگترین مشکل است. 62% پرسش شوندگان از عملکرد حکومت در کاهش این مشکلات ناراضی هستند. 52% هم میگویند جامعه جهانی اراده لازم برای محو فساد در افغانستان را ندارد. دورنمای فساد اداری در افغانستان هنوز سیر و تار است. مسئله‌ای که روی زندگی هر شهروند افغانستان تأثیر گذاشته. اگر از هر فردی در اینجا در رابطه با فساد اداری بپرسید، حتما تجربه مایوس کننده‌ای برای شریک کردن داره. تا که ما یک چیز به اونا اگه گویا پول باشه، تحفه باشه، هر یعنی چیزی که باشه، ما مجبور و کلف هستیم ما به اونا بپردازیم در مقابلش کار ما شود. اما حرکاتی که اونا میکنن تو اسم میکنی که او از تو چیز میخواید. بهای فساد را سال هاست که مردم افغانستان میپردازند.
در گزارشی دو سال پیش گفته شد که افغان‌ها 3 میلیارد دلار در این سال رشوت پرداختند، بیشتر از بودجه عادی این کشور. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. جعفر رسولی، کارشناس روابط بین الملل و مشاور پیشین حامد کرزی از نیویورک در آمریکا با ماست و همینطور اینجا در استودیو هارون امیرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. آقای امیرزاده، تصاویری که از افغانستان دیده میشه، یعنی پول همه چیز، همه مناسبات مناسبات پولی شده، فساد بسیار گسترده است. آیا واقعیت ها هم چنین هست؟ آیا آنچه که در افغانستان در عالم واقعیت رخ میده اینها رو تایید میکنه؟ بله، گزارش ها میرسنن که تایید میکنه و عملا در صحنه زندگی دیده میشه که فساد در افغانستان یک نظام من شده. نظام سیاسی افغانستان قاطعیت لازم، صداقت لازم و تعهد لازم نداره، صرف شعار میده که با فساد مبارزه میکنه. ما شما ببینید که سال به سال از زمان حاکمیت حامد کرزی تا به حال با فساد مبارزه قاطعانه صورت نمیگیره. در مجامع بین المللی هم بسیار باهای سرخ و سبز مبارزه و استراتژی علیه فساد گزارش میشه و در اونجا به خاطر گرفتن یک مقدار پول جامعه جهانی هم شما ببینن چشم پوشی زیاد میکنه. جامعه جهانی همیشه پیش شرط های کمک هایش هم همی است که در افغانستان باید بالا علی فساد مبارزه کنه، ولی عملا وقتی که دولت مردان افغانستان گزارشات میانتهی رو در جامعه جهانی میده، باز هم کچکول های گدایی رو پر کردن داخل افغانستان میشه و این پول ها در جیب بسیاری افراد فساد سالار یا مافیایی که گفته میشه در قدرت افغانستان چسبیده به جیب های اونا میرسه. آقای رسولی، مثل آقای امیرزاده امروز آقای غنی هم اشاره کردن که بخشی از این فساد به میراث مونده از حکومت قبلی. این قسمت سخنان غنی درست است. در تاریخ حکومتداری در افغانستان فساد همیشه بوده و در دوره حکومت کرزی که من هم یکی از کارمندان دفتر او بودم، فساد واقعا بود، حتی افزایش هم یافته بود که دلایل آن متعدد است. یک دلیل عمده در این بود که حکومت حامد کرزی با هیچ شرکت ادارات حکومتی عملا قبل از حکومت کرزی وجود نداشت، قانون وجود نداشت و شهر تبدیل شده بود به چند زون بین جنگجویان. وقتی که ما در کابل کار میکردیم، حتی در ریاست جمهوری استخدام تایپیست هم مشکل بود، کسی نبود، قانون نبود، اداره نبود، هیچ چیز نبود. در همین شرایط میلیاردها دلار وارد افغانستان شد، امکانات عظیمی به افغانستان ریخت که مدیریت اون در توان افغانستان نبود و باعث فسادی گسترده شد. اما اشرف غنی کاری که در این چهار سال کرده وضعیت را از دوران حامد کرزی بدتر ساخته. اول، اشرف غنی به قانون اعتقاد نداره. دوم، اشرف غنی به نهادهای مجری قانون اعتقاد نداره و ادارات و نهادهای مجری قانون با حرکت قلم اشرف غنی یا بر سر کار می آیند یا از سر کار می روند. یعنی همه چیز مطابق و دلخواه یک نفر است. آقای رسولی، ولی نباید فراموش بکنیم که بگوییم که حکومت فعلی خود محصول فساد است. خب آقای رسولی، نباید فراموش بکنیم که بخشی از حکومت در اختیار آقای غنی نیست. ما میدونیم که یک حکومتیه که بر اساس اجماع بین دو گروه تقسیم شده. تصمیم گیرنده اصلی در این حکومتی که او را به حیث 50-50 یاد میکنیم، تصمیم گیرنده واقعی اشرف غنی است و شخص اشرف غنی است و حتی یاران اشرف غنی هم چندان تأثیر گذار نیست. پس وقتی که قانون نباشه، یک فرد باشه و اراده برای فساد هم وجود نداره. به حیث یک مثال کوچک من ذکر کنم، شما ببینید رفتار گزینشی اشرف غنی را. فاروق وردق هم متهم بود، وزیر اقتصاد پیشین زاخلوال هم متهم بود، هر دو به پست های بلند ماندن و یاران غنی شدند. اما عبدالداوی به زندان رفت. آنهایی که مورد پسند غنی هست، اگر هم متهم باشند تبرئه است. اگر کسانی که مورد پسند غنی نباشد،
باید زندان بروند و پرسان شوند. البته خود دفتر ریاست جمهوری در این باره توضیح داده، گفته که در مورد مثلا آقای عبدالغفار داوی پرونده تشکیل شده، ایشون در دادگاه محکوم شدن، در مورد بقیه هنوز نشده. ولی خب بحث ما این نیست. آقای امیرزاده، آقای غنی با یکی از شعارهای اصلیش حکومتداری خوب بود، یکی از حرفایی که میزد این بود که باید فساد رو ریشه‌کن کرد، هنوز هم داره همین حرف رو میزنه. چرا در این چهار سال کسی مثل اشرف غنی نتونسته کاری بکنه؟ ببینه، دو دلیلی وجود داره. یک اراده سیاسی و یک قاطعیت وجود نداره. وقتی که آقای غنی شعار میده که ریشه های فساد را خشک میکنم، ریشه های فساد را باید از سرچشمه آن خشک کرد، که عبارت از ده اطرافیان ریاست جمهوری است و همچنان در مقامات بزرگ دولتی است. دوم، فساد در افغانستان به مافیای بزرگ سیسیلی تبدیل شده و این بایی یک اراده قاطع و مبارزه جدی به کار است. با این خود ساختار سیستم دولت بر مبنای سیستم مافیایی استوار است. مواد مخدری که در افغانستان میاد، اینا با فساد کاملا یک قدرت بزرگ مافوق دولت مافیا ایجاد کرده. آقای امیرزاده میگید اراده جدی، ولی خب ما میدونیم که در حکومت آقای غنی محاکمه تا سطح معاونان وزیر و حتی وزرا هم بالا رفت. بله، این گزینشی است، بعض افراد به شکل نمایشی، ولی افراد و اشخاصی که دلقی خود ایشان هستند این ترتیب نیست. به طور مثال وقتی که شما ببینید ریاست تدارکات که گفته مرکز عمده ستون فقرات شارق اقتصادی افغانستان است، یکی از مراکز عمده چرخ فساد در افغانستان است، در دسترس ایشان قرار دارند. اکثریت افراد و قارب و بسیار دوستان نزدیکشان از همونجا به اصطلاح دستگاه فساد سیراب میسازن. به این خاطر به نظر من شعار دادن کفایت نمیکنه. استراتژی دقیق و درستی که در مبارزه با صادقانه در افغانستان وجود داشته باشه، نه در دوران زمان حامد کرزی وجود داشت، ایشان حتی مشهور به نام سلطان فساد در افغانستان شدن. و یک بار هم از مصاحبه ایشان را در مثلا بعد از اینکه ریاست جمهوری پایان یافت با تلویزیون طلوع و برنامه سیاه و سفید دیدم، گفت در دوران ما بازار آزاد را آزاد گذاشتم، هر کس را گذاشتم از هر شیوه که میتونه پول پیدا کنه، حتی تاسف که مواد مخدر را که ما آزاد گذاشتیم دیقانان ما کمتر پول به دست میاره، بیشتر به دست مافیای بین المللی میره و متهم به فساد بیشتر جامعه جهانی را که تا بیشتر خودشان مسئولی گرفته باشه. آقای رسولی، شما اشاره کردید که فساد رو میدیدید. شما به عنوان یک مأمور عالی رتبه، به عنوان یک کسی که در اونجا کار میکردید، آیا واکنشی داشتید؟ آیا کاری کردید؟ واقعیت است که دوست عزیز موسوی، فساد در افغانستان از توان یک فرد خارج است، حتی از توان رئیس جمهور. حکومت حامد کرزی واقعیت است که غرق بود در فساد. من در ریاست جمهوری در ارگ هر روز فساد می دیدم. فساد انواع مختلف در از استفاده کارمندها گرفته تا فساد سیاسی، تا تجارت‌های غیرقانونی و غیره. حتی به صورت مثال بگویم، یک ساختمان در اونجا خراب کرده بود، خاک بیرون می برد. یکی از مقامات مهمی که در همون قسمت کار میکرد، یعنی رئیس حفظ و مراقبت، شخصا به ما گفت که از هر موترخوابی که بیرون میبره و داخل میاره، چند صد نفر امی مقامات بلند که قرارداد کرده با او کمپانی، اینها کمیشن میگیره. موترهای کوچیک خاک بار میکنن و میبرن، چند صد میگیرن و وقتی که مقدار مواد میارن چند صد میگیرن. پس ما هر روز میدیدیم، ولی ما در موقعیتی نبودم که واقعا ما کاری مهمی کرده بتوانم در مقابل باندهای مستحکم و قدرتمند مافیا که به بالاترین پست های حکومت اونها بودن و هنوز هم هستن. صحیح. آقای امیرزاده، چرا نباید کسی مثل اشرف غنی مبارزه بکنه با فساد؟ شما گفتید که نمیکنه، گفتید که اطرافیان او کسانی هستند که آدم های فاسدی هستند، ولی اشرف غنی تحصیل کرده است، اقتصاد میدونه، در بانک، در اون مؤسسات بزرگ بین المللی خدمت کرده. فکر نمی کنید که او کسی نیست که ندونه چطور با این پدیده مبارزه کرد؟
من فکر میکنم که جنابشان منافع که با گروه هایی که دارن و این گروه به طور مثال شرکت الکوزه در انتخابات به ایشان کمپاین کرد، امروز امکانات گسترده به اونها دادن. خانمشان متهم به سوء استفاده از 280 میلیون دلار پول خارجی که بر توانمند ساختن زنای افغانستان بود شد. به این خاطر وقتی که به خود اینها فامیلشان، خانوادهشان و یا خانم اول کشور متهم هستن، اونا بیشتر منافع خود جستجو میکنن. 4 سال، 5 سال، 10 سال در یک قدرت هستن، بعد یک گروه دیگه میه و عرض دیگه همی است که تنها به ارادی خود رئیس جمهور هم نیسته. فساد افغانستان تنیده به جامعه جهانی و مافیایی که از بیرون از کشور هستن و این دو اجدار دو سره است که جامعه افغانستان به قیمت فقر و بیچارگی مردم افغانستان میخوره. اتهامایی که علیه رولا غنی، بانوی اول افغانستان، همسر رئیس جمهوری افغانستان مطرح شده، در رسانه ها پاسخ داده شده از طرف اونها رد کردن. البته منتها آقای رسولی، شما اشاره کردید که انقدر موضوع فساد گسترده بود که از توان یک فرد خارج بود. آقای امیرزاده هم به ابعاد خارجی اون اشاره کردن. آقای کرزی رئیس شما هم همیشه انگشت اتهام رو به سمت خارجی ها اشاره میکرد. اون تا چه اندازه قابل پیگیری بود؟ تا چه اندازه مشهود بود؟ در یکی حامد کرزی از این مسئولیت تفره رفت. من متاسف هستم. حامد کرزی در افغانستان یکی از حاکمان است که هم خدمات بزرگ انجام داده است و هم کمبودهای بسیار فاحشی در حکومت او داره که بحث امروز اجازه نمیدهد به این موضوع بپردازیم. اما اشرف غنی در خانه خود در دارالامان به ما و 3 نفر دیگر که در حضورشان نشسته بودیم گفت من از آمریکا 250 هزار دلار تمام دارایی بود که آوردم و می خانه را جور کردم و می خانه نوش نشان داد. چند روز پیش خواندم که اشرف غنی 4 میلیون دلار در این سالهای پیری در کابل سرمایه اشرف غنی به 4 میلیون دلار رسیده. 30 سال در نیویورک آمریکا در پست های مهم زندگی کرده و کار کرده، 260 هزار و حال 4 میلیون دلار. اشرف غنی شخصا فاسد است. در زمان اول حکومت کرزی که ایشان وزیر مالیه بود 50 میلیون دلار از بانک آسیایی به افغانستان وام گرفته بود. چند وقت بعد حامد کرزی از ایشان میپرسه که دکتر صاحب این پول کجاست؟ چند ماه بعد، یعنی 7-8 ماه بعد، ایشان میگوید که این پول در حساب شخصی من است. من فکر کردم که در بانک مرکزی جای امن نیست. خود یعنی فساد نیست؟ ما البته در گزارشاتی که داشتیم یک بار اشاره شد به دارایی های اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و آقای اشرف غنی فساد رو رد کرده. البته بخشی از دارایی های ایشون هم ثبت شده. منتها ممنونم از جعفر رسولی، کارشناس رابطه بین الملل و مشاور پیشین حامد کرزی از نیویورک. ما همینطور اینجا در استودیو هارون امیرزاده، تحلیلگر مسائل افغانستان. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. وزیر خارجه فرانسه از رئیس جمهوری آمریکا خواسته در امور داخلی کشورش دخالت نکند. ژان ایو لودریان گفته پاریس در مسائل داخلی آمریکا دخالت نمی کند و انتظار دارد دونالد ترامپ هم همین سیاست را پیشه کند. آقای ترامپ اخیرا گفته بود اعتراض‌های فرانسه به دلیل نارضایتی از توافق اقلیمی پاریس است و فرانسوی‌ها رهبری مثل او می‌خواهند. اعتراض جلیق زردها دیروز و دیشب در پاریس و شماری از شهرهای دیگر ادامه یافت. فرماندار بانه در استان کردستان ایران میگوید قاتل رحیم و کیوان ذبیحی دستگیر شدند. دیروز اجساد سوخته این فیلمساز و برادرش در خودروی شخصی آنها پیدا شد. فیلم‌های رحیم ذبیحی بیشتر به خشونت علیه زنان و کودکان و قربانیان جنگ می‌پرداخت و بارها در جشنواره‌های داخلی و خارجی تقدیر شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته حکم اعدام حمید باقر درمنی تایید شده. آقای درمنی به اتهام سوء استفاده از سیستم‌های بانکی و همینطور پرداخت رشوه مفسد فل ارز شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود. آقای اژه‌ای همچنین گفته برای 10 نفر دیگر از متهمان مفاسد اقتصادی حکم قطعی صادر شده.
ابراهیم رئیسی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران و متولی آستان قدس گفته اگر او به ریاست جمهوری رسیده بود قیمت دلار 5000 تومان میشد. متولی آستان قدس با انتقاد از افزایش نقدینگی خواستار سرمایه گذاری در بخش تولید شده. آقای رئیسی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران نامزد اصولگرایان بود که در رقابت با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شکست خورد. در ایران 500 فعال دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رعایت اصول قانون اساسی شدند. این دانشجویان نسبت به ادامه به گفته آنها وضعیت امنیتی هشدار دادند. آنها همچنین از آنچه مقابله دولت و حاکمیت با مردم خوانده شده انتقاد کردند و گفتند نتیجه آن نابودی ایران و تمامیت ارضی آن خواهد بود. این دانشجویان از رئیس جمهوری ایران خواستند وضعیت طبقات پایین جامعه را بهبود ببخشد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد. هیچ وقت پادگانی فکر نکردم، هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. بنابراین حواسمون جمع باشه. جناب آقای روحانی، رئیس محترم جمهور، 3 سال پیش ما فعالان نشریات دانشجویی طی نامه‌ای بخشی از مشکلاتمان را با شما در میان گذاشتیم. از فشارها و محدودیت‌های فراوان موجود در مسیر فعالیت دانشجویی گفتیم. از برخوردهای سلیقه‌ای و نامه بیش از 500 فعال دانشجویی به رئیس جمهوری ایران. دانشجویان از این نامه‌ها بسیار نوشتند، ولی این نامه یک فرق عمده دارد. گویی آن را خطاب به یک سرهنگ نوشتند، نه حقوقدان منتخب خودشان. در قسمتی از نامه دانشجویان مستقیما از سرکوب صحبت می‌کنند و فضای امنیتی. آقای روحانی، ما به وکیل رأی دادیم نه قاضی، اما چه کنیم که امروز وکیل و قاضی برای ایجاد خفقان و سرکوب اعتراضات به حق اجتماعی دست به یکی کردند. سرکوب دانشجویان، سرکوب کارگران، سرکوب معلمان، سرکوب کامیونداران، سرکوب دراویش، سرکوب زنان، سرکوب فعالان محیط زیست. تقریبا روزی نیست که خبری از اعتراض و اعتصاب در ایران به گوش نرسد، چه کارگران خوزستان باشند یا کامیونداران و حتی معلمان. بعضی میگویند دولت آقای روحانی امنیتی ترین دولت جمهوری اسلامی است. بیشتر مسئولیت ها به مقام های امنیتی و اطلاعاتی پیشین واگذار می شود. آقای روحانی به گفته خیلی ها همه تخم مرغ هایش را در سبد برجام گذاشته بود، توافقی که حالا به گفته خود مردان رئیس جمهوری دستاوردهایش دارد به صفر. حالا هم نگرانی از تحریم‌ها و فشار اقتصادی و در نهایت گسترش اعتراض‌ها خواب دولت را آشفته کرده و به نظر می‌رسد امن کردن فضا تبدیل به اولویت اصلی دولت شده، سبدی دیگر برای تمام تخم مرغ‌ها. نه تنها هیچ پاسخی از سوی شما یا دیگر دولت مردان به اعتراض‌ها و مطالبات اجتماعی و دانشجویی داده نشد، بلکه سیطره فضای سرکوب روز به روز گسترده‌تر شد، تا آنجا که امروز دیگر صدای پوتین نظامیان نه فقط از دانشگاه که از سرتاسر کشور به گوش میرسد. سازمان اطلاعات سپاه جزئیات دستگیری چند عامل نفوذی دانشجویان در قسمتی مستقیما از بازداشت‌های اطلاعات سپاه پاسداران و احضارهای گسترده قوه قضاییه و پرونده‌سازی‌ها شکایت می‌کنند، موضوعی که پیشتر از این کمتر کسی جرأت اشاره به آن را داشته. سربازان گمنام امام زمان دانشجویان نوشتند این نهادها گویی در دستگیری و سرکوب مسابقه گذاشتند. این نامه از اعتراض به ستاره دار یا زندانی شدن دانشجویان فراتر رفته و به ابراز نگرانی از آنچه سرکوب گسترده در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی خوانده شده پرداخته. تابستان سال پیش هم 8000 فعال دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری هشدار دادند که مشکلات مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از دیگر حوزه‌های کشور به نقطه بحرانی رسیده است. در ماه همان سال تظاهرات و شورش گسترده تمام ایران را فرا گرفت. به نظر می‌رسد نامه تازه هم هشداری مشابه و چه بسا جدی‌تر از قبلی خطاب به آقای روحانی و دولتش است. در یک کلام آقای روحانی به هوش باشید که اگر در این نوع مقابله دولت و حاکمیت با جمهور مردم تجدید نظر نشود، متاسفانه نتیجه چیزی جز نابودی ایران و تمامیت ارضی آن نخواهد بود. شهریار سیامی، BBC.
علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر دانشگاه و نماینده دوره ششم مجلس از مریلند آمریکا با ماست. آقای خوئینی، این اولین بار نیست که دانشجویان برای مقام‌های ایران نامه می‌نویسند. شما اهمیت این نامه اخیر رو چه می‌بینید؟ با سلام به شما و همه مخاطبین عزیز، فکر می‌کنم اهمیتش در این هستش که کشور ایران بعد از حوادث دیماه سال 96 در یک شرایط بسیار بحرانی داخلی به سر می‌بره. خط فقر وضعیتش بسیار وحشتناک شده و شنیدن این آمار و ارقام در کشور قابل تحمل برای قشر دانشجو نیست. قشری که خود آقای خامنه‌ای سالها قبل اعلام کردن خدا لعنت کنه کسایی که میخوان دانشجویان غیر سیاسی بکنن، و این دانشجوها صداشون در اومده و یه چیز طبیعی و عادی هست. قشری که آرمان خواهه و نمیتونه تحمل کنه ببینه معلمان، کارگرا، کامیوندارا و اقشار ضعیف جامعه زیر فشار فقر در واقع له بشن در شهرهای کوچک و مناطق دوردست و حتی در مناطق حاشیه‌نشین. بعضی از شهرهای بزرگ هم حتی متاسفانه کشیده شده. بحث بیابی هست و مشکلات زیادی کشور رو احاطه کرده به خاطر تصمیم‌گیری های جاه طلبانه عده‌ای که توی منطقه میخوان هلال شیعی به اسمای مختلفی به نام مردم دارن تصمیماتی در حوزه سیاست خارجی میگیرن، کشور وارد بحرانی کردن. دانشجو نمیتونه در واقع تحمل بکنه و نشنوه صدای مردم رو و صداش رو بلند نکنه. در 16 آذر در واقع یک روز به نام او نامگذاری شده میاد اعتراض میکنه و این نامه ها رو در واقع می‌نویسن. آقای روحانی البته در این زمینه مسئولیت دارن. خیلی از وعده هایی که دادن نتونستن عمل بکنن در دانشگاه ها اعلام شد تو این چند روز توی تجمعات و بایستیم بیان عذرخواهی بکنن حداقل از مردم که نتونستن به اینها عمل بکنن. فضای سیاسی رو هنوز نتونستن آرام بکنن، در دانشگاه ها فضای امن‌تری درست بکنن، مسئله حصر رو نتونستن حل بکنن. خودشون این رو اعلام کردن. همه میدونن که حصر مستقیما زیر نظر رهبری است و دستگاه قضایی و سپاه و اینها خیلی فشار میارن، اما آقای روحانی توی انتخابات وعده دادن بایستی این وعده رو عملی بکنن. دانشجوها فکر نمی‌کنن و مردم هم بتونن در واقع تو این زمینه کوتاه بیان. یک اتفاق عادی رخ داده، از دانشجو همین انتظار میره که در واقع صداش رو بلند کرده این روزها به حق. اما از طرف دولت چه گوش شنوایی هست؟ آیا تأثیری خواهد گذاشت در سیاست‌های آقای روحانی؟ من فکر می‌کنم در یک حدی تأثیر خودش رو گذاشت. در واقع دولت خودش رو مکلف کرد که اجازه نده سپاه پاسداران وارد عرصه در واقع جمع کردن این تجمعاتی بشه که مردم به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی خیابون‌ها اومدن سال 96، یعنی دی ماه عرض می‌کنم، و اجازه نده که اونها کنترل شهرها رو به دست بگیرن. نیرو انتظامی در حال نیمبند با دولت همکاری میکنه، در وزارت کشور سعی کرد از اون طریق آرام کنه، اما سپاه باز هم وارد میشه. در عناصری که در حوزه محیط زیست، مسئله کم آبی کشور و محیط زیست رو میخوان در واقع کمک بکنن، اینها رو دستگیر کرده. هنوز روشن نیست که چرا اینها رو در واقع نگه داشتن. و اخیراً کسایی که در ارتباط با مسئله کنترل جمعیت، یعنی کسایی که اینها رو در واقع بازداشت کردن، کسایی که به نحوی در بحث اقتصادی وارد میشن و کمک میکنن رو سپاه داره وارد میشه. آقای روحانی تلاش کرده، اما من معتقدم باید بیاد از مردم عذرخواهی بکنه و بگه که نتونسته اون وعده هاشو خیلیش عملی بکنه. یه بخشش هم البته عرض میکنم ولی هست و ولی فقط این نهادهای امنیتی مثل اطلاعات سپاه نیستن. خود دانشجوها از وزارت اطلاعات و نهادهای زیر نظر رئیس جمهور انتقاد کردن و گفتن که دارن مسابقه میذارن با نهادهای دیگه موازی مثل اطلاعات سپاه برای اینکه سرکوب کنن معترضان رو و دانشجویان رو و دیگر فعالان حقوق بشر یا فعالان صنفی رو. بله، اینی که عرض کردم مال حوادث دی ماه بود. در حوادث اخیر البته وزارت اطلاعات متاسفانه میتونم بگم که به یک توجیهی که معمولا در قدیم ها هم می آوردن، در دوران اصلاحات هم می آوردن که اگر ما وارد نشیم ممکنه سپاه کار رو بگیره دستش، خیلی از دستگیری ها رو اونها در واقع انجام میدادن و الان هم اونها دارن انجام میدن و این قابل قبول نیست برای دانشجوها و برای هیچ کس قابل قبول نیست. سپاه در واقع تو این زمین نباید دخالت بکنه، یک امر طبیعی هست. وزارت اطلاعات هم همونطور قبلا بحثش بود بایستی بحثای دانشجوها رو داخل کمیته انضباطی و مردم رو هم که مسائل اقتصادی معترضان حداکثر هدایت بکنن به سمت کمیته های حل اختلافی که تعبیهش نه سیستم قضایی که اینها رو
بازداشت بکنن. و آقای خامنه‌ای هم به نظر من دروغ میگن، متاسفانه یک مطلبی گفتن، آتش بی اختیار رو تو دهان این افرادی که تو دانشگاه ها گماشتن انداختن و بعد از اون تصحیح کردن، اما در عمل میبینیم که اونها دارن این رو سعی میکنن دانشجوها رو صداشون خفه بکنن و بله. همین در دانشگاه پلی‌تکنیک هم دیدیم. بنابراین وزارت اطلاعات هم تو این زمینه بایستی تجدید نظر بکنه در مسئولیتی که داره. ممنونم ازتون. علی اکبر موسوی خوینی، پژوهشگر دانشگاه و نماینده پیشین مجلس. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، نخستین گفتگوی رو در روی حوثی ها و نمایندگان دولت در استکهلم سوئد، رویای شیرین سرزمین آفتاب تابان و قلقلک ذهن جوانان ایران. بحرین به خاطر عدم شرکت امیر قطر در شورای همکاری خلیج فارس از این کشور انتقاد کرده. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در توییتی نوشته که امیر قطر میبایست خواسته های منصفانه را میپذیرفت و در نشست شرکت میکرد. سلطان المليخي وزیر خارجه قطر به عنوان سرپرست هیئت نمایندگی این کشور در نشست شرکت کرد. وزیر خارجه عربستان در پایان نشست گفته که تغییری در مواضع کشورهای تحریم کننده قطر به وجود نیامده و این کشور برای اینکه عضوی مؤثر در شورای همکاری خلیج فارس باشد باید سیاستهایش را اصلاح کند. مهرزاد کهنروز گزارش می‌دهد. نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس در عربستان، نشستی یک روزه در بحبوحه مناقشه دیپلماتیک میان قطر و سعودی ها و در سایه قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. همه رهبران کشورهای عضو هستند الا امیر قطر. قطر به جای امیر خود یکی از وزرایش را به این نشست فرستاده. وزیر خارجه بحرین از امیر قطر انتقاد کرد، نشانه از اینکه امید چندانی برای رفع فوری اختلافات میان قطر و کشورهای تحریم کننده نیست. اختلافات میان این کشورها باعث قطع روابط دیپلماتیک و تجاری بین اعضا از اواسط سال گذشته شده. وزیر خارجه بحرین میگوید امیر قطر باید مطالبات به حق در نظر او کشورهای تحریم کننده را میپذیرفت و در نشست امسال شرکت میکرد. امیر قطر پارسال در نشست سالانه شورای همکاری در کویت شرکت کرده بود، در حالی که امارات متحده عربی، بحرین و عربستان مقامهای رد پایین تری را فرستاده بودند. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسول الله اخواني اصحاب الجلال والسمو اصحاب المعالي والسعاده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختلافات بسیار است، اما پادشاه عربستان خواستار اتحاد اعضا در برابر ایران شده. منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم ولا زال. منطقه ما درگیر مخاطرات و تهدیدهایی است که همه شما از آن باخبرید. افرادگرایی و تروریسم کماکان امنیت مشترک کشورهای عرب و خلیج را تهدید می‌کند. رژیم ایران به سیاست خصمانه‌اش با حمایت از این نیروها و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ادامه می‌دهد. تدخل به شؤون داخلی دول اخرى وهذا يتطلب جميعا. این نیازمند آن است که همه ما قدر دستاوردهایمان را دانسته و با کمک هم و با تاکید بر دریافت تضمین‌های کافی و جامع درباره برنامه اتمی و موشک‌های بالستیک ایران، صلح و امنیت در منطقه و جهان را حفظ کنیم. الكامل والكافي اتجاه برنامج ايران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ البالستيه. شورای همکاری خلیج فارس 6 عضو دارد: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، قطر و کویت. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الامين. جدا ایران نشست امسال با تمرکز بر مسائل امنیتی منطقه از جمله جنگ یمن خواهد بود. تولید و قیمت نفت از دیگر محورهای گفتگوست و البته تحریم دیپلماتیک و اقتصادی قطر. الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. امیر کویت در این نشست از طرفهای درگیر عربستان، امارات و بحرین در یک سو و قطر در سوی دیگر خواست اینقدر در رسانه‌هایشان به پر و پای هم نپیچند. ندعو الى وقف الحملات الاعلاميه. به خاطر اشتیاق ما برای حفظ اتحاد، من خواستار پایان جنگ رسانه‌ای هستم که ارزش‌ها و اصول ما را تحت تأثیر قرار داده و موجب شکاف بین مردم ما شده. سه عضو شورا، عربستان، امارات و بحرین و یک کشور عرب غیر عضو، مصر، از ماه ژوئن پارسال، خرداد ماه، قطر را تحریم کردند.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان میگوید تغییری در مواضع چهار کشور در مورد قطر به وجود نیامده. چهار کشور عضو شورای همکاری مواضع عمومی و مشخصی درباره بحران قطر دارند. مطالباتی است که به قطر داده شده. این قطر است که باید به این مطالبات پاسخ دهد و سیاست‌های منفیش را اصلاح کند تا اینکه بتواند عضوی تأثیرگذار در شورای همکاری باشد. برادران در قطر می‌دانند چه از آنها می‌خواهیم. ما افراط‌گرایی، حمایت مالی از تروریسم، دخالت در امور داخلی، تحریک و پناه دادن متهمان به حمایت مالی از تروریسم را نمی‌پذیریم. قطر متهم است که از تروریسم دفاع می‌کند و زیادی به سازمان‌های جهادی در سراسر خاورمیانه نزدیک شده. قطر این اتهام را رد کرده و می‌گوید کشورهای تحریم کننده استقلال قطر را هدف گرفتند. مرصاد کوهنروز، بی بی سی. نشست شورای همکاری خلیج فارس در شرایطی برگزار شده که گفتگوها درباره یک بحران بزرگ دیگر در این منطقه به جریان افتاده، یعنی مذاکرات در سوئد بر سر جنگ یمن. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته در یمن بعد از جنگ جایی برای نیروهای تحت حمایت ایران نخواهد بود. تیموتی لندرز کینگ در سمینار بین المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی صحبت میکرد. آقای لندر کینگ گفت که آمریکا دولت یمن و شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران رو تشویق کرده تا فعالانه در مذاکرات جاری صلح سوئد شرکت کنند. در این مذاکرات که به ابتکار مارتین گریفیت نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برگزار میشود، دو طرف امروز برای نخستین بار رو در رو گفتگو کردند. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ماست. این گفتگوی رو در رو رو آیا میشه نشانه ای از شکست یک بن‌بست تلقی کرد آقای شاهی؟ به گمان من این صادمه‌گری هست که ما انتظار داشته باشیم این دور جدید مذاکرات که بعد از دو سال در سوئد صورت میگیره بتونه یک نقطه عطف معنادار در شرایط میدانی یمن به وجود بیاره. برای سازمان ملل همین که دو طرف حاضر شدن که بعد از دو سال وارد یک مذاکره بشن، این خودش دستاورد بسیار بزرگی است. اما اگر که ما به ماهیت مطالبات نگاه بکنیم، سطح مطالبات بسیار حد اقلی هستند. حرفی از یک صلح جامع، یک آتش‌بست جامع معنادار نیست. سازمان ملل بیشتر به دنبال ایجاد فضایی هست برای اعتمادسازی و برای این اعتمادسازی اقداماتی هم صورت گرفته، مثلا آزادی زندانیان، رد و بدل زندانیان و بحث‌هایی هم مثلا در مورد بازگشایی فرودگاه سنا در واقع در جریان بوده و داره جلو میره. ولی مسائل چالشی عمده مثل آینده حدیده و موضع ائتلاف برهبری عربستان سعودی تغییر نکرده. موضع ائتلاف برهبری عربستان سعودی این هستش که تنها راه رسیدن به یک صلح جامع و رسیدگی به مسائل عمیق انسانی تسخیر کامل این بندر بسیار مهم استراتژیک است. ولی خب طبیعتاً این مسئله نیست که حوثی‌ها روی اون اتفاق نظر داشته باشند با ائتلاف عربستان سعودی. پس بنابراین چالش‌ها ادامه داره و این یک گام بسیار کوچک اما معنادار شاید برای ایجاد یک فضای امن‌تر و مطمئن‌تر برای گفتگوهای آینده باشه. اگر نگاه بکنیم به نشست شورای همکاری خلیج فارس، انتقادهای اونها از ایران، آیا میشه به هیچ نوع تغییری در سطح بزرگتر امید بست؟ نه واقعا. ببینید، موضع رسمی ائتلاف عربستان سعودی تغییر نکرده. موضع عربستان سعودی این هستش که حوثی ها تهدید هستن برای عربستان سعودی به خاطر اینکه مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن. اما خب اگر که ما بستری تاریخی نزاع بین حوثی‌ها و دولت مرکزی یمن حتی قبل از سال 2015 هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که تا قبل از سال 2011 ما حداقل شاهد 6 تا تنش و جنگ بودیم در واقع بین دولت مرکزی و حوثی‌ها.
بس به نظر نمیاد که واقعا نقش جمهوری اسلامی اونجوری که عربستان سعودی روش تاکید میکنه آنچنان تأثیر گذار باشه. خب طبیعتا انتقادها روی موضع ایران وجود داره و بدون شک ایران هم از تمام ابزارهایی که داره استفاده میکنه، یا بهتر بگم سوء استفاده میکنه که نفوذ خودش رو تعمیق بده یا عمیق‌تر بکنه در یمن. اما اگر که ما به در واقع تصویر جامع‌تر بازار داخلی نگاه بکنیم، میبینیم که علارغم تلاش‌های جمهوری اسلامی و انتقادهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی، نقش جمهوری اسلامی در حمایت حوثی‌ها آنچنان سرنوشت‌ساز نبوده. سپاسگزارم از افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ما. انتخابات پارلمانی ارمنستان با مشارکت کمتر از نیمی از صاحبان حق رأی برگزار شد. نیکول پانیشیان، نخست وزیر موقت که بهار امسال در پی یک انقلاب بدون خونریزی به قدرت رسید، قصد داشت با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در پارلمان حمایت کافی برای اجرای برنامه‌های ضد فساد خود را به دست بیاورد. آنطور که خبرنگار بی بی سی در ایروان می‌گوید، تلاش بر این بوده که در این انتخابات جلوی تخلف‌هایی را بگیرند که در انتخاب باتهای قبلی رواج داشته. روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار از ایروان در ارمنستان با ماست. آقای میناسیان، نخست وزیر میخواست با این انتخابات زود هنگام قدرت خودش رو مستحکم کنه، اما به نظر میرسه که مشارکت زیاد نبوده. البته مشارکت تا اونجایی، چون الان حدود یک ساعت هست که داره شمارش میشه آمارها، مشارکت رو اعلام کردن حدود 48%. در انتخابات سال 2017 مشارکت یه خورده بیشتر از این بوده، ولی باید در نظر داشته باشیم که حزب حاکم جمهوری که اکثریت رو در مجلس داشت در پارلمان قبلی و حاکم مجلس بود، از امکانات دولتی فراوانی و همچنین از رشوه استفاده می‌کرد برای اینکه مردم رو به پای صندوق‌های رأی ببره. و آقای پاشینیان زمانی که در آوریل این انقلاب رو برپا کرد، یکی از خواسته‌هاش همین بود که مردم با اراده خودشون به پای صندوق‌ها برن و هیچ گونه فشاری از هیچ حزبی روی مردم نباشه. یکی از دلایل، بزرگترین دلیلی که این مشارکت رو پایین آورده همین عنوان میشه. اما چقدر موفق بوده؟ آیا ناظران بین‌المللی وجود داشتن که شفافیت انتخابات رو تایید کنن؟ بله، ناظران بین‌المللی از اروپا بودن، ناظران داخلی هم زیاد هستن. اتحادیه اروپا ناظرانی از کشورهای اروپایی مختلف فرستاده بود. البته زمان چون خیلی کم بود برای اینکه از تعداد ناظرها زیاد بشه، ولی از کشورهای CIS هم، اتحاد جماهیر شوروی قبلی، ناظرانی هستند. و بله، چقدر اما انتظار میره که نخست وزیر جدید بتونه این اکثریتی رو که دنبالش هست در پارلمان به دست بیاره و بتونه اصلاحاتش رو عملی کنه؟ ببینید، همین حدود 30 شعبه که شماره شده، من الان دارم روی مانیتور میبینم، بیش از 61% آرا رو تونستن کسب بکنن و احتمال میره که تا حدود 70% آرا رو بتونن کسب بکنن و بدون نیاز به حزب دیگری و بدون نیاز به ائتلاف بتونن که در مجلس داشته باشن چیز رأی کافی رو. ممنونم ازتون، روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار از ایروان با ما. روزنامه آلمانی دیولت به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده که ایران امسال بیش از 2 برابر پارسال موشک‌های بالستیک آزمایش کرده. بنابراین گزارش، این موشک‌ها امکان حمل سلاح‌های کشتار جمعی را دارند، اما ایران تأکید می‌کند که قصد ندارد از آنها استفاده نامتعارف کند و به آزمایش‌هایش هم ادامه خواهد داد. قدرت‌های غربی این آزمایش‌ها را محکوم کردند، ولی درباره اینکه آیا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نقض شده یا نه اختلاف نظر وجود دارد. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، توجه به این موشک‌ها از هر دو طرف بیشتر شده. از یک طرف آمریکا فشار برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران را بیشتر کرده،
از طرف دیگر ایران گفته که به این برنامه بیش از پیش اهمیت می‌دهد. اینکه شما از موشک‌های ما عصبانی هستید معناش آن است که تأثیرگذارترین سلاح ما امروز موشک ماست. پس با حرف شما ما امروز قدر موشک‌های خودمون را بیش از گذشته می‌دانیم. روزنامه آلمانی دی ولت به نقل از منابع اطلاعاتی گفته که به نظر می‌رسد ایران امسال دو برابر پارسال موشک آزمایش کرده. بر اساس این گزارش که قابل تایید مستقل نیست، اسناد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای غربی حکایت از این دارند که ایران طی سال جاری میلادی دست کم 7 موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده، به علاوه 5 موشک کوتاه برد و کروز. از جمله موشک‌هایی که گفته شده ایران در این مدت آزمایش کرده، انواع موشک شهاب 3 و موشک خرمشهر بوده که بردشان تا حدود 2000 کیلومتر است. هفته گذشته آمریکا خبر داد که ایران یک موشک میان برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده که می‌تواند به همه خاورمیانه و بخش‌هایی از اروپا برسد. ایران نه آن خبر را تایید کرد و نه تکذیب، ولی تأکید کرد که برنامه موشکیش را ادامه خواهد داد. در راستای بازدارندگی هست. البته این کار توسعه هم پیدا خواهد کرد. به هیچ عنوان در بحث مذاکره قرار نخواهد گرفت و جمهوری اسلامی این کار را ادامه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 سال پیش با صدور قطعنامه‌ای هم بر پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد، هم از ایران خواست به مدت 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیک که به منظور داشتن قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده باشند خودداری کند. ایران تأکید می‌کند که اولاً دنبال سلاح هسته‌ای نیست و ثانیاً موشک‌هایش به منظور حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند. موشک‌های بالستیک از قدیم معمولاً دقت بسیار زیاد نداشتند و به همین دلیل عمدتاً قدرت تخریب گسترده و کشتار جمعی آنها مد نظر بوده. ولی گزارش دی ولت به این نکته توجه داده که دقت موشک‌های بالستیک ایران به تدریج بیشتر شده و هدف آزمایش‌های اخیر هم ممکن است افزایش هرچه بیشتر دقت موشک‌ها برای کاربردهای متعارف باشد. هرچند چون این موشک‌ها می‌توانند سلاح‌های کشتار جمعی حمل کنند، نگرانی خارجی از آنها همچنان وجود دارد. ایران در ماه‌های گذشته از موشک‌های بالستیک برای زدن بعضی از گروه‌های شبه نظامی مسلح در سوریه و کردستان عراق استفاده کرده. قدرت‌های اروپایی گفتند که آزمایش‌های موشکی ایران با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل سازگار نیست، ولی برخلاف آمریکا نگفتند که قطعنامه را نقض می‌کند. اما همگی آزمایش‌های موشکی ایران را به عنوان حرکتی تحریک‌آمیز تقبیح کرده و گفتند که امنیت منطقه را تهدید می‌کند. پادشاه عربستان هم امروز در نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض خواهان مهار برنامه موشکی ایران شد. اخیراً آمریکا از امضای یک قرارداد 15 میلیارد دلاری فروش سیستم‌های دفاع موشکی تات به عربستان خبر داد. گفت هدفش تقویت امنیت کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در برابر تهدیدهای موشکی ایران و حوثی‌های یمن است که از حمایت ایران برخوردارند. ایران میگوید برنامه موشکیش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی‌کند و به این برنامه ادامه خواهد داد. مجید خیام دار، بی بی سی. مجلس ژاپن قانونی جنجالی را تصویب کرده که از سال آینده به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور را می‌دهد. هدف از این قانون جبران بخشی از کمبود نیروی کار است. اتباع خارجی در صورت داشتن شرایط مورد نیاز می‌توانند در بخش‌های ساختمانسازی، کشاورزی و پرستاری مشغول کار شوند. مسعود آذر نگاهی کرده به این قانون جدید. شعبد بازی سفیر جدید ژاپن در تهران. ماه گذشته تولد امپراتور ژاپن بود. جناب سفیر برای حاضران تردستی کرد و مهمانها را به وجد آورد. این هم مراسم سنتی چای ژاپنی در فرهنگسرای ملل. روابط دو کشور قدمتی دیرینه دارد. سال آینده قرار است برای 90 سالگی روابط سیاسی دو کشور جشنی برگزار شود. وقتی اسم ژاپن می آید، ایرانی ها یاد کیمونو و آداب و رسوم آنها می افتند و فیلم های سامورایی. حالا دوباره خاطری سفر به ژاپن هم زنده شده. نزدیک به 30 سال پیش بعد از جنگ ایران و عراق، تب رفتن به ژاپن بالا گرفت.
شمار داوطلبان آنقدر بالا بود که کار به قرعه کشی در یکی از هتل‌ها و استادیوم فوتبال کشیده شد. گفته می شود حدود 300 هزار نفر راهی سرزمین آفتاب تابان شدند تا بخت و اقبالشان را در آنجا بجویند و راه چندین ساله را یکی دو ساله طی کنند. هرچند بیشترشان در کارهای سخت و نچندان مناسب مشغول بودند و پای تعدادی هم به مشاغل غیرقانونی و خلاف کشیده شد. در دهه 1980 میلادی سیل عظیمی از ایرانی‌ها برای کار به ژاپن اومدن. خیلی از اونها موفق شدن که بتونن جای پای خودشون رو در ژاپن باز کنن. بیزنس‌های بسیار موفق خوبی داشتن و همچنان به کارشون ادامه میدن الان. و متاسفانه خیلی از اونها هم در دام گروه‌های مافیا و تبهکار ژاپن معروف به یاکوزا گرفتار شدن و دست به خلاف زدن، کارهایی بودن که انجام دادن، کارشون به زندان یا حتی دیپورت و اینا کشید. ولی خب چیزی که من میخوام بگم اینه که شرایطی که الان ژاپن داره با دهه 1980 میلادی بسیار متفاوت هستش. حالا مجلس ژاپن قانون را تصویب کرده که بر اساس آن دولت میتواند بیش از 300 هزار شهروند خارجی را در بخش‌های ساخت و ساز، خدمات قضایی، پرستاری و چند رشته دیگر استخدام کند. قانون جدید صدور دو نوع ویزای کار و اقامت را تسهیل می کند. در صورت داشتن مهارت و دانستن زبان ژاپنی در حد نیاز، ویزای 5 ساله کار صادر خواهد شد و به کارگران با مهارت بالا اقامت دائم. این قانون موافقان و مخالفانی داشته. اینکه این نیروهای خارجی که از خارج میخوان بگیرن از چه قسمت‌هایی یا از چه کشورهایی چه ملیت‌هایی باشن خیلی مهم نیستش. مسئله مهم این هستش که افرادی که از کشورهای خارجی برای کار به ژاپن میان دارای یه سری مدارک و گواهی‌نامه‌های خاصی باشن. مثلا اینکه تا یه حد خاصی زبان ژاپنی رو بدونن، چون اگه بخوان در بخش مراقبت از سالمندان کار کنن باید بدونن که با اون طرف تا یه حداقل بیسیک و اولیه بتونن به زبان ژاپنی باشون صحبت کنن. و یا اینکه اگه در قسمت‌های ساختمان‌سازی میخوان کار کنن یه مهارت‌های اولیه در این قسمت رو داشته باشن. و برای همین حالا از مثلا کشورهای آسیایی، ویتنام، فیلیپین، جای دیگه میخوان بگیرن یا حتی از ایران. ژاپن دارد پیر میشود. نرخ زاد و ولد رو به کاهش است. و این روند از حدود 10 سال پیش شدت گرفته. آمارها میگویند تا حدود 50 سال دیگر 30% جمعیت کم میشود و جمعیت بالای 65 سال به حدود 40% کل جمعیت میرسد. زنگ خطری که برای ژاپن به صدا در آمده چشم و گوش خیلی از ایرانی ها را تیز کرده. انگار دوباره رویای ژاپن و زندگی در سرزمین سامورایی ها جان گرفته. رویایی که ممکن است تب رفتن به غرب را پایین بیاورد. مسعود آذر، BBC. پاریس همچنان در تب اعتراض‌های هفته‌های اخیر می‌سوزد. اعتراض جلیق زردها شنبه در پاریس و شماری دیگر از شهرها ادامه یافت. در نقاطی هم کار به خشونت و درگیری با پلیس کشید. قرار است امانوئل مکرون در نطقی تلویزیونی با مردم صحبت کند. آیدین صالحی گزارش می‌دهد. شیشه‌های شکسته، ماشین‌های سوخته و شعارهایی در گوش و کنار شهر. این وضعیتی کم سابقه در تاریخ معاصر فرانسه است. جلیق زردها این شنبه هم به خیابان آمدند برای چهارمین هفته متوالی. شانزلیزه و خیابان‌های اطرافش در پاریس صحنه درگیری، پرتاب گاز اشک‌آور، شلیک گلوله‌های پلاستیکی و دستگیری‌های گسترده. در چند شهر دیگر هم اوضاع مشابه مثل بوردو، مارسی و لیل. پلیس در سراسر فرانسه بیش از 1700 نفر را بازداشت کرد. بیش از 100 نفر هم در درگیری‌ها مجروح شدند. شمار تظاهرکنندگان در کل کشور 125 هزار نفر اعلام شد در حضور حدود 90 هزار نیروی پلیس. اما درست زمانی که دولت فرانسه تصور می‌کرد تمام مشکلاتش در داخل کشور است، دونالد ترامپ به سراغ توییتر رفت. در پاریس روز و شب خیلی غم‌انگیزیه. شاید زمانش رسیده که به توافق نامه مضحک و بسیار گران قیمت پاریس پایان داد
و از راه مالیات‌های کمتر اون رو به مردم برگردوند. در مسائل فرانسه دخالت نکن. این پاسخ وزیر خارجه فرانسه بود به توییت‌های رئیس جمهوری آمریکا. به دونالد ترامپ میگم ما در مسائل آمریکا دخالت نمی‌کنیم. شما هم بگذارید ما زندگی خودمون رو داشته باشیم. شمار معترضان در خیابان رفته رفته کمتر شده، اما خواسته های آنها بیشتر است. اعتراض‌ها اول به قانون مالیات سوخت بود. دولت کوتاه آمد و اجرای آن را به تعویق انداخت. اما جلیق زردها از خیابان نرفتند. اینها شعار می‌دهند مکرون استعفا کن. این یکی از شعارهاست در کنار خواسته هایی مثل افزایش حقوق، کاهش مالیات ها و در کل رفاه بیشتر. دولت می گوید با گروه های از معترضان که دست به خشونت نمی زنند گفتگو می کند. گفتگو آغاز شده و باید ادامه پیدا کند. هیچ مالیاتی نباید اتحاد ملی را خدشه‌دار کند. باید این اتحاد را با گفتگو و کار دوباره بسازیم. مشکل دولت اینجاست که دقیقا نمی داند با چه کسی باید وارد گفتگو شود. جلیق زردها رهبر مشخصی ندارند و بینشان از ایده های چپ انقلابی تا راست افراطی دیده می شود. این دولت باید کنار بره. دیگه اعتباری نداره. ما هم باید یک رهبر پیدا کنیم تا این بحران تموم بشه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری هم قرار است این هفته سخنرانی کند. اما آیا او می تواند آرامش را به فرانسه برگرداند؟ آن هم در کشوری که طبق نظرسنجی ها محبوبیت معترضان 3 برابر رئیس جمهوری است. آیدین صالحی، بی بی سی. خب در نهایت تصاویری داریم از مسابقات اسنوبورد زنان و مردان در کلرادوی آمریکا. جایی که کلوی کیم ستاره 18 ساله آمریکا و اسکارتی جیمز از استرالیا ستاره این رقابت ها بودند. این 60 دقیقه رو با این تصاویر به پایان می‌بریم.